اگه یه تعدادی تصویر داری که با تکنیک پانوراما تهیه شدند، تصاویری که طول اونها نسبت به ارتفاعشون بیشتره و بعد میخوای این تصاویر رو تو اسلایدهای پاورپوینتت قرار بدی و با یک کلیک به مخاطبانت نشون بدی، اگر روش درست ارائه این تصاویر رو تو اسلایدهای پاورپوینت نمیدونی، میتونی تو این ویدیو با من همراه باشی تا با هم یه روش ساده برای ارائه اینجور تصاویر رو مرور کنیم. برای انجام این کار لازمه که از تب اینزرت و قسمت پیکچر یک تصویر رو که با تکنیک پانوراما تهیه شده رو انتخاب کنیم و اون رو وارد اسلاید های پاورپوینت کنیم و بعد از تب فرمت قسمت الاین، الاین تاپ و الاین لفت رو بزنیم تا از بالا و سمت چپ تصویر ما روی اسلایدمون الاین بشه و بعد از دکمه زوم آوتی که تو قسمت پایین اسلاید ها وجود داره استفاده میکنیم و کمی اسلاید رو از حالت زوم خارج میکنیم و بعد با نگه داشتن دکمه شیفت تصویرمون رو به صورت تمام صفحه تو اسلایدمون قرار میدیم. حالا نوبت انیمیشن دادن به تصویرمون هست که از تب انیمیشن گزینه اد انیمیشن و بعد مور موشن پس رو انتخاب میکنیم. برای انیمیشن دادن به تصاویر پانوراما، انیمیشن های مسیر یا پس بهترین گزینه هستند و بعد گزینه لفت رو انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم. وقتی انیمیشن های مسیر رو انتخاب کنید، دو دکمه سبز و قرمز اینجا برای شما نمایش داده میشه که دکمه سبز محل شروع اجرا شدن انیمیشن و نقطه قرمز هم محل پایان اجرا شدن انیمیشن هستش. تو این تکنیک کاری به محل قرارگیری این نقطه سبز نداشته باشید و فقط محل قرارگیری این دکمه قرمز رو تعیین کنید. برای اینکه بفهمید که انیمیشنتون تا کجا اجرا بشه، از قسمت اینزرت و شید یک خطی رو وارد اسلایدهای پاورپوینتتون بکنید و بعد از قسمت فرمت الاین رایت رو بزنید تا این خط شما در قسمت راست اسلایدتون قرار بگیره و بعد مجدداً به تب انیمیشن بیاین و روی دکمه قرمز کلیک کنید و تصویرتون رو تا جایی که به این خط کمکی شما برسه بکشید و بعد ول کنید. حالا میتونید بیاید و این خط رو پاک کنید و بعد مجدداً به تب انیمیشن برمیگردیم و گزینه‌های استارت و دیوریشن رو تنظیم می‌کنیم که من برای این تصویر تو قسمت استارت وید پریویس و تو قسمت دیوریشن هم 8 ثانیه رو انتخاب میکنم و حالا بریم ببینیم که نتیجه کار به چه صورت در اومد. به این صورت خیلی عالی و حرفه‌ای تصاویر پانورامای شما نمایش داده میشه بدون اینکه بخواید اون رو به اسلایدهای متفاوت بشکنین توی اسلاید و با یک کلیک میتونید اینجور تصاویر رو نمایش بدید. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر این آموزش رو دوست داشتین میتونید برای دوستانتون هم ارسال کنید و حتما این کار رو انجام بدین و اگر سوالی تو اجرای این تکنیک داشتین تو کامنت ازم بپرسین. شاد و رنگی باشین.